سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم همراه ما شدن. خوش آمدید آقای جعفری به این گفتگو. مذاکره دو روزه نماینده‌های در واقع جمهوری اسلامی آمریکا بدون نتیجه تمام شد. به نظر شما چقدر واقعا انگیزه ای مونده برای دو طرف برای اینکه پیگیر ادامه مذاکرات باشه؟ ببینید، اتفاقی که دیروز در مذاکرات دوحه افتاد تا اندازه قابل پیش بینی بود، به این دلیل که ما اگر سابقه گفتگوهای هسته‌ای طرفین رو مورد بررسی قرار بدیم، به ویژه در زمانی که هیئت مذاکره کننده ایرانی در دولت آقای رئیسی برای نخستین بار وارد گفتگوها شد، در اون دور هم آقای باقری و همکارانشون درخواست‌های جدید و تازه‌ای رو مطرح کردند که کاملا متفاوت بود با توافقاتی که پیشتر بین دیپلمات‌های ایرانی و قدرت‌های جهانی حاصل شده بود. در نتیجه تصور می‌شد که مجدداً از این در واقع تعلیق زمانی که ایجاد شده مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این تصور رو بکنن که با طرح دوباره مباحثی که بسته شده بر سرشون توافق شده و یا مذاکره بر سرشون به این نتیجه رسیده که فایده‌ای نداره، بخوان که مجدداً این مباحث رو باز کنن. در نتیجه من تصور میکنم که شرایط حتی دشوارتر و سخت‌تر از پیش از مذاکرات دوحه شده و به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایطی که در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم از دو حالت خارج نیست نگاه و تفسیرشون. یا در درجه اول به نظر میرسه که جدا به دنبال احیای توافق نیستن و حصول توافق بر سر احیای برجام رو در واقع اجرا کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نمیدونن، یا دیپلمات‌ها و کسانی که تصمیم گیر هستن در این عرصه بسیار دور هستن از واقعیات روی صحنه و تصورات و باورهایی که دارن چندان منطقی و قرین واقعیت نیست. آقای جعفری، قبل‌تر پیش از اینکه مذاکره متوقف بشه طرفین همدیگر متهم می‌کردن که نمیتونن تصمیم بگیرن. الان مشخصا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ایران آماده نیست درباره احیا و نابودی برجام بخواد تصمیمی بگیره، تصمیم اساسی بگیره. چی فکر می‌کنید؟ آیا این داستان مذاکره برای مذاکره همچنان ادامه پیدا می‌کنه؟ ببینید، بخش مهمی از این ماجرا برمیگرده به اینکه هیچ یک از طرفین دوست نداره مسئولیت شکست مذاکرات بر دوش او بیفته. به همین دلیل چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده من تصور میکنم دست کم در مرحله کنونی پرهیز خواهند کرد که مسئولیت شکست مذاکرات رو به عهده بگیرن. شما در اظهار نظر مقام های ایرانی، چه سخنگوی جدید وزارت امور خارجه و چه آقای امیر عبداللهیان، شاهد بودید که برخلاف دیپلمات های غربی و اروپایی اظهار خوشبینی کردن نسبت به روند مذاکرات. در نتیجه نشون میده که مقام های جمهوری اسلامی ایران اتفاقا میخوان این روند رو در پیش بگیرن که بگن که فرایند مذاکرات مثبت بوده و ما همچنان به ارائه ایده ها و ابتکارهای جدید خودمون ادامه میدیم و این طرف غربی و آمریکایی است که در واقع پرهیز میکنه از پذیرش ایده ها. همینطور اظهار نظر آقای مرندی که اشاره کرده بودن به اینکه توافق در دسترس به شرطی که طرف آمریکایی به نوعی بپذیر ایده های ما رو. این اظهارات نشون میده که در واقع مقام های جمهوری اسلامی ایران قدری دور هستن از صحنه واقعیت دیپلماسی و مذاکره و صحنه گفتگوهای بین المللی رو به نوعی عرصه یک طرفه که یک طرف باید دستور بده و طرف دوم باید بپذیره اشتباه گرفتن. طبیعتا در چنین روندی خیلی نمیشه انتظار این رو داشت که گفتگوها به نتیجه برسه تا زمانی که تصویر و تفکر در واقع طرف مقابل اصلاح بشه. طرف مقابل منظورم جمهوری اسلامی ایران هست در این شرایط فعلی. ممنونم از توضیحات شما، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم سعید جعفری.